چه خبره اینجا؟ واقعا که خیلی خیلی بی‌تربیتین. آقا تبریک. شنیدم ترکوندین. ترکوندن اینجوری جشن میگیرن؟ واقعا که ما فقط خواستیم خاص باشیم. مگه شما خود همیشه نمیگفتیم متفاوت عمل کنی؟ این تفاوت بخوره تو سرتون. داشتم نصف عمر میشدم. چیه؟ نکن خیالات درد داشته نابغه هسته‌ای هستی که بخوام بدزدنت. کلید. کلید؟ من کلیدم داره این. آقای باستانی کلید لازمه. آقای باستانی شنیدم قرار حقوقامون رو زیاد کنین. خانم منم یک کارمند ساده مثل شما. از خدام این اتفاق بیفته. حالا باید ببینیم چی پیش میاد. پیش اومدنش که پیش اومده. شما ماشاءالله انقدر شکست نفس میکنی بعد بذاریم تو بوفه وقت مشکنی.
چیه جشن گرفتی؟ بایزتون آی باستانی شما بیاین دفتر من، شما هم برین سر کارتون، اگه اضافه حقوق میخواین که باید اضافه کارم داشته باشین، در زمین ساندویچارم برین سر میزاتون بخورین. بله بله باشه، خودم تماس میگیرم. نهایت تا یک ساعت دیگه. باش. خداحافظ. ماهیانه چقدر میگیری تو این شرکت بمونی؟ بله؟ تو 20% این شرکت سهیمت میکنم. شریک میشی؟ ترسیم بپرم؟ بذار با همدیگه رو حرف بزنیم. از اولین روزی که اومدی تو این شرکت با پارتی بازی اومدی. اینو خودت بهتر از هر کسی دیگه ای میدونه. از شانس خوب من، یکی از مریضای قدیمی پدرت برادرم بود که سفارش کرد که تو رو تو شرکت استخدام کنم. منم استخدامت کردم. به خودم گفتم یه نونخور بیشتر. کی قد پولی که میگیره تو این شرکت کار میکنه؟ همشون سر تایی کرباسن. اما تو فرق داشتی. همون ماه اول اینو فهمیدم. تو مثل یه سکه نقره میمونی که آدم تو پول خورداش پیدا میکنه، بعد متوجه میشه که اون سکه عتیقه است. البته اینا رو نباید بهت بگم، ولی میگم. کاری که تو دیروز کردی، شرکت ما تو خاورمیانه شماره یک شد. قراردادی که ما دیروز بستیم، رویای چندین ساله من بود. میدونم آدم جاه طلبی هستی. میدونم که دوست داری پیشرفت کنی، واسه همین میخوام اینجا نگهت دارم. من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم و اینو میدونم که از دیروز سالا مدام موبایل زنگ خورده. %25 قراردادشو امروز تنظیم میکنم. نیازی به قرارداد نیست. 25% اونقدی نیست که منو به خاطرش از دست بدم. حقا که پسر دکتری، فقط یه همچون پدری میتونه یه همچین پسری داشته باشه. در زن امشب شام مهمون منی. چشم باجی داریم. واقعا سخت. طاقت فرساست. نمیخوای بگی؟ چی رو؟ رقم ترفیع تو. به ریال بگم یا به تومن؟ به تومن بگو قربونت برم، ما قلبمون ضعیف. 25% از سهام شرکت. پسر تو سود نمی کنی، بال در آوردی داری پرواز می کنی. خدا شانس بده. ببین پولا تو جیب کیا میره. الو آقا بزر. سلام، خوبی؟ نه شام نمیام، باباش تره. ببین بهش بگو من یه قرار کاری دارم، آخر شب میام براش تعریف میکنم. قرصاشو بهش بده آخر شب. ممنون، قربانت. خداحافظ. سلام. سلام. بفرم. دیر که نکردم. اصلا دیر نکردی. راحت باش. اینم رضا باستانی بزرگ، شریک جدید من. تبریک میگم. البته نه به شما، به کامیار. فکر میکنم باید به منم تبریک بگید. زمانی که آقای کامیار اولین شرکت تبلیغاتی ایرانو داشتن، من هنوز به دنیا نیومده بودم. شریک شدن با همچین مردی برای من افتخاره. از کن پسر، قضا تو سفارش بده. راستی پدر چطورن؟ شنیدم جراحی داشتن. بهترن. عمل خیلی سختی بود، خوشبختانه به خیر گذشت. الان بابا هر روز دارم بهتر میشن. الحمدلله. امیدوارم هر چی زودتر سرپا بشه و برگرده مطبش تو جهان کودک. یادم میاد اون موقع ها
نصف ترافیک جهانگودک مال مریضای دکتر باستانی بود. مرد بزرگیه. مردمم شدیداً به دستش اعتقاد داشتم. یادم یه روز کامیار اومد خونه و گفت امروز پسر دکتر باستانی رو استخدام کردم. باورم نمیشد. نمیدونین دکتر چه حقی به گردن خانواده ما داره. قدر اون خونی که تو رکاته بدون. اون خون سرشار از نجابته. قریحه و ذوقه. استعداد و انسان شناسی، مردم دوستی. دکتر خیلی بزرگه. میشه لطفاً غذاتون رو انتخاب کنید؟ پدر مادر من انقدر که براشون اصل و نسب آدم و مهمه، سفارش غذا مهم نیست. میترسم گرسنه بمونیم. مورال منم اونجا ادورتایزینگ منیجمنت خونده. گردش هم آ شده. رشته خوبیه. خیلی هم به کار میاد. مهم نیست که چی میخونین. مهم اینه که اون چیزیو که میخونین دوست داشته باشین. شما رشته که خوندین رو دوست دارید؟ من اینو خوندم که بعد فلسفه بخونم. هر وقت اسم فلسفه میاد، مورال مجسم میکنم که یه اینه که ته استکانی به چشمش زده. البته این چیزی که خانم من میگه، تصور عامه مردم از فلسفه است. البته یه چیز دیگه هم هست. هر وقت مورال میگفت میخوام فلسفه بخونم، پیش خودم میگفتم حتما خودکشی میکنه. چون هنوز کسی نفهمیده اول مرغ به وجود اومده یا تخم مرغ. البته شوخیه. آره شوخی کردم. البته ما خودمونم هنوز نمیدونیم این چه جوری ملک ذهنمون شده. به هر حال مورال هر کاری رو که دوست داره انجام میده. الانم ترم 2 فلسفه است. خیلی هم خوبه. هم فلسفه به درد تبلیغات میخوره، هم شاید تبلیغات به درد فلسفه. خب تا غذا رو سفارش بدیم من و مراد بریم و برگردیم. شما هر چی برای خودتون سفارش میدین برای منم همونو سفارش بدین. ببین رضا، در مورد یه موضوعی میخوام باهات صحبت کنم. از مراد خواستم که بقیه درسش رو اینجا ادامه بده. دلم میخواد که عضوی از خانواده ما بشی. اون تنهاست، تک دختره، حواست بهش باشه. اگه بعد از 120 سال سرمو گذاشتم و مردم، خیالم در مورد اون راحت باشه. اونو به یه خانواده بسپارم که امین همه مردمه. دستتون موندم یا شاید خیال میکنین داره از وقت شوهرم میگذره. خب خیلی پسر خوبیه، ولی چرا فکر میکنین ممکن نظرش مثبت باشه؟ از این پسرهایی که رو زمین نمیمونه. پس بله، به این سرعتی که شما میگید که نه، ولی پسر بدی نیست. البته اولش فکر کردم منو میخواین بدین به باباش، از بس که ازش تعریف کردید. اینا ژنشون خوبه، اون مهمه، ذاتشون درسته. پس بالاخره یه نفر تو این جهان به این پرسش پاسخ داد که ذات مهمتر از تربیت. رضا هر جفت شده. گرم کنم. نه چیزی نمیخوام. برو بگی بخواب. شب بخیر. من روز تو شرکت قیامت بود. کامیار من شریک خودش کرد. بعدم شام دعوتم کرد بیرون. همش از تو حرف میزدن. امروز اونجا تو رستوران به این فکر میکردم که چقدر خوبه که آدم پدری مثل تو داشته باشه.
تا به خاطر اون پدر تا آخر عمر سرش رو بالا نگه دارم. تمام راه هم داشتم به همین فکر میکردم، به تو، به اسمت. همین حالا هم که اینجا خوابیدی پشتم فقط به تو قرصه. تو بابای منی، من و محمود. خودت هم اینو بهتر از هر کسی میدونی. سلام، چه خبر؟ یه نامه دارید، ساعت 3 باید برید کارخونه سیمان بردار. باشه ممنون. این با پست اومده؟ نه، دستی آوردنش. حسابی داری خوشتید میشی یا؟ نه، بد نیست. فردا بچهات میام کلی کیف میکنم. همه وسایل رو خریدی؟ آره بابا جون، خریدم. خیالت راحت باشه، ابوذرم همشون رو کادو کرده. فقط زود برو دنبالشون، نمیخوام منتظر بمونم. چشم، شما فقط استراحت کن. فردا هم که بچه هم میان بابا نباید خیلی باشون حرف بزنی، یا همش یه هفته از عملیت گذشته. باش. چیزی شده؟ نه، چطور مگه؟ هیچی، فقط حس پدر و فرزندی. نه بابا جون، همه چی آرومه. فقط قول بده بابا زود خوب شی، خیلی بده احتیاج دارم. قول بده، قول پدر فرزندی. سلام آقای مهندس. چطوری آقای مهندس؟ خوب، متشکرم. راستی آقای دکتر چطوره؟ عالی. کسی که دعای خیر این همه بچه پشته چه بد نمیشه. راست میگی به خدا، خدا یتیماش بی حامی نمیکنه. قد نیم کیلو از معده‌اش قده در آوردن. دکترشون میگه وسط 10 نفری که این عمل میکنن 9 نفرشون به هوش نمیاد. اما خوشبختانه بابا هم به هوش اومد، هم هر روز داره بهتر میشه. خدا رو شکر. امروز هم میخواد برای افطار این گلاشو ببینه. خوب کردی، خیلی سراغشو میگرفتن. بحث پول نیستش ها، اونا محبت های آقای دکتر رو میخوان. اینا خدمت شما. چی هست؟ بابا داده برای اون خانواده که همون نداشتن. دستش درد نکنه، همین دعاها ببین چجوری بابا تو سر پا کنه. آزمنان این بحثش جداست، نظر خودمه، برای سلامتی بابا. خودتون هر طور سلام میدونی خرجش کن. مهندس حزم میکنم اینقدر با سخاوتی تو رو که میبینم به آینده امیدوار میشم. احساس میکنم اینا هم بالاخره یه روزی به یه جایی میرسن. چیزی شده مهندس؟ خوبی؟ نه نه خوبم. من با عزتون بچه ها رو ببرم. سلام با آقای دکترم برسونید. سلام. بریم بچه ها. بریم. خب چه خبر؟ همه تو خوبی؟ بله.
نمیشم بچه ها کاداتون رو باز کنیم. بچه ها یه کمی آرومتر بیه اینو بگی دعوا نداره که عزیزم بیه اینو بگی بلشون کن بذار راحت بشون بابا جون نباید خودتو خیلی خسته کنی ها خواهش میکنم حواست بهش باشه بابا این بچه ها رو که میبینه هوش و حواس از سرش میپره چشم خیالت راحت من یه سر میرم شرکت رو برمیگردم موبایلم روشنه هر کاری داشتی بهم زنگ بزن سر ساعتم وادارش کن بخوابه بروی چشم بابا من یه سر میرم شرکت رو برمیگردم باش مراقب خودت باش قبل از افطار برمیگردی دیگه بله میام سفارشاتو به ابوذر کردی دیگه برو دیگه خانم موردی؟ بله این نامه رو ندیدی کی آورد؟ نه دم در افتاده بود دیدی چند وقت حالش خوب نیست قاطی کرده؟ فقط همون 25% تو گلوش گیر کرده شما به غیر از این که زیرا به این اونو بزنی کار دیگه ای نداری نه؟ من نمیدونم چرا تو این شرکت همه طرفدار اینه وا بله آقای باستانی یا آقای با شما کار داره خودشو معرفی نکرد؟ خیر وصلش کن بله الو ظفر خودتی؟ اشتباه گرفتی داخل میدونم خودتی من ظفر نیستم رضا باستانیم تا کی میخوای خودتو لاون اسم و آدرس علکی پنهون کنی؟ تا همون بچه بدبخت پاپتی هستی که نون شب نداشتی بخوری کاگل دیوار جنون گاز میزدی خفه شو الو بله سلام میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟ چه خدمتی از دست من برمیاد؟ خدمت که نه یه چند تا سوال میخواستم ازتون بپرسم در چه موردی؟ در مورد زندگی زندگی کی؟ زندگی دیگه قرار بود من از شما سوال بپرسم نه شما بفرمایید شما تا حالا دروغ گفتین؟ میشه لطفاً جواب بدین؟ بله کم یا زیاد؟ متوسط این سوال برای چیه؟ شما به زندگی بعد از مرگ اعتقاد دارید؟ بله ولی نه از نوع تناسخیش از نوع بهشت و جهنمیش پس اعتقاد دارید؟ بله این سوالا برای گزینشه برام جالبه بعد برای این اعتقادتون چیکار میکنید؟ سعی میکنم آدم خوبی باشم تنهایید یا با کسی هستید یا خیال دارید با کسی باشید هیچ کدومش تنها نیستم آدمی که به بهشت و جهنم اعتقاد داره به صاحب اونا هم اعتقاد داره بنابراین تنها نیست به زندگی مشترکم فکر میکنید؟ اگه پدرتون رئیس این شرکت نبود و شما هم یکی بودیم مثل خانم مرادی بازم این در باز میکردیم میشستین اینجا این سوالا رو میپرسیدیم میپرسیدم میدونین چرا؟ نه به خاطر اینکه ذهنم رو مشغول کرده از اون شب کذایی که به زور مامان بابا اومدم رستوران رو شما رو دیدم ذهنم مشغول شده شما اصلا شبیه کسایی نیستین که مامان بابا به زور به هم معرفی میکنن پس آدم های دیگه هم بودن تا دلتون بخواد مامان فکر میکنه دیر شده حالا جواب سوالاتونو گرفتیم جواب سوال آخرمو ندادی من جواب سوالای مهمو زود نمیدم روزه این؟ بله میخواییم برای افطار تشریف بیارید منزل ما؟ خیلی دلم میخواد ولی ترجیح میدم که اولین افطار رو برم با بچه های بابا بخورم شما میتونید تشریف بیارید من فکر میکردم پدرتون فقط شما رو داره
نه من فقط بابا رو دارم. دیوونه بابات میشم. طبیعیه. سعی نکن جلوی این حستو بگیری. خوش به حالت. این کلمه خوش به حالت دیگه برای من خیلی تکراری شده. خوشحالم که اینجایی. جدی میگی؟ من کم کم داشتم احساس میکردم اینجا زیادیه. رضا بابا. بله بابا. یه این سینی غذا رو ببر. بهت امیدوار شدم، دختر خوبیه. ممنون. یه ببخشید که خسته شدی، امشب خیلی شلوغ. نه اتفاقا به من خیلی خوش گذشت. به آقای کامیار و مادرم سلام برسون. چشم، حتما. دیگه چی؟ سلامتی، شب بخیر. نمیخوای جواب سوال آخرمو بدی؟ میترسی؟ یه چیزیه که نمیدونم چیه، فقط دارم حسش میکنم. همین، نترس، شب بخیر. شب بخیر. الو، خانم موردی، من امروز نامه نداشتم؟ نه، منتظر نامه ای؟ نه. بالاخره به اوش اومدی، فکرم مردی. اینجا کجاست؟ تو کی هستی؟ من صفدرم. صفدر؟ صفدر کیه؟ من تو رو بشناسم؟ آره، من داشتم. برادر؟ من برادر ندارم. این زن رو میشناسی؟ گفتم این زن رو میشناسی؟ مادرمه. مادر منم هست. ببین این منم. اسمش چی بود؟ سرمه. اینجا چی نوشته؟ واسه چی اومدی سراغ من؟ آها، 100 میلیون. تو 100 میلیون به من بده کاری.
واسه چی؟ آها منو ببین، شدم عین یه قوطی زنگ زده که تای جوب افتاد. زنگ زده داغون خراب. ببین داداشی، قد تمام اون زندونایی که من رفتم، تمام اون خماریایی که کشیدم، بدبختی ها، گرسنگی ها، در به دریا، تو قد تمامشون به من بده کاری. فهمیدی؟ تمامشون میشه 100 میلیون. بایدم بده ای تو بدی. فهمیدی؟ تو اصلا از کجا پیدا شد؟ وقتی ننت ولد کرد و زن و بابای من شد، من به دنیا آمدم. ننت مرده، خبر داری؟ اون منو نخواست، منو سپرد دست مادر بزرگم که بره شوهر کنه. من خیلی بچه بودم، عوض تو من ننه داشتم، بابا هم داشتم، ولی هیچ کدومشونو نداشتم. تو وضعت بهتر شد، ننه بزرگت که مرد شدی پسر این آقا پول داره. آقا محمود حامی من بود. کی حامی من بود؟ من بابا داشتم ولی یتیم بزرگ شدم. 11 سالم بود بابام اعدام شد، ننم اون پارسال مرد. بهم گفت یه داداش دارم بعضش توپه. مادرمون گفت بیه منو تلکه کنی؟ گفت ازت کمک بگیرم. 100 میلیون؟ رقمشو خودم نوشتم. زندگی تو بیشتر از اینا میارزه. راهی که داری میری به جایی نمیرسه. راهی که تو رفتی به کجا رسید؟ به اینکه بری به همه دروغ بگی خودت و بچه باستانی جا بزنی؟ تو هم راهتو با دروغ رفتی داداشی. منم راهمو با دروغ میرم. من به کسی دروغ نگفتم. باستانی منو برد خونه خودش به اسم خودش برام شناسنامه گرفت. تو هم شدی پسرش. خوشتیپ شدی. پولدار شدی. حالا هم که ماشالله داری زن میگیری. اسم اون دختری که تو ماشینت بود چیه؟ میدونه قصه گذشتت چیه؟ بابات کیه؟ من داشتم آرزوم تو عروسی داشتم صدر مجلس بشینم. میگم چطور این دست خانم تو بگیری بیار این کلبه درویشی ما؟ یا نه بهتر میذاریمش واسه وقت خواستگاری، دوتایی با هم میریم پسند. بدونن که توی بچه پاپتی بودی که داشت قد تمام موهای سرش رو پروندهش حکمه. همه باید بدونن همه چیه تو آریه ایه، از اسم و آدرست تا کت شلوارت. چی از جون من میخوای؟ میخوام به همه حقیقت رو بگم. جون کندم قد لباسی شدم که محمود ترم کرد. داداشی منم میخوام کمکت کنم، میخوام این لباس سنگین رو از تنت در بیارم. خیلی بری منو ببری. میخوام 100 میلیونمو زنده کنم. این پول حق منه. تو آدم حسابی شدی، من ناحسابی. آدم حسابی شدن خرج داره داشی. از همون وقتی که این کت شلوارو تنت کردی باید خرجشو میدادی. یا 100 تارو میدی یا آبروتو میبرم. هیچی کف دستمو نمیگیره ها، ولی عوض تمام اون سالایی که تو زدی جلو من عقب عقبکی رفتم، دلم خنک میشه. فهمیدی ظفر رضوی؟ سلام بابا جون. سلام. کجا بودی؟ دیر کردی؟ گرفتار کارهای شرکت بودم. شما حالتون بهتره؟ بهتره. بابا میخواستم هیچ. حرفتو بزن. هیچی بابا هیچی. میخواستم بگم تا آخر عمرم مدیونتم.
هیچ وقت کاری نمیکنم که آبروت بره. سلام. سلام، اتفاقا منتظرت بودم. میخواستم راجع به یه مسئله با تون حرف بزنم. مارال همه چیزو برام گفته، ما همچنان نظرمون مثبت. تمام دنیا رو هم که بگردیم دامادی بهتر از پسر دکتر باستانی پیدا نمی کنیم. ممنون. الو، 100 میلیون رو بهت میدم، فقط دیگه نمیخوام ریخته تا ببینم. شنیدی چی گفتم؟ بعد از ظهر بیا در خونه. سلام داداشی. پاپولا کو؟ تو صندوقه. اینو بس پولا ببینم. یالا چرا میشستی؟ داری یه رفت توی تای دره. آره راست میگی، موان از اولش با هم گرفتی. اون وقت معلوم میشه چی واسه دره دره به بالا. برو جلو. چیزی شده بابا؟ باید باهاتون حرف بزنم، با همتون. بگو. من امروز دو راه مقابلم داشتم، یکی این بود که بخوام همه عمرم رو با ترس و لرز زندگی کنم و دروغ بگم، یکی همی بود که بخوام حقیقت رو بگم و سرم رو بالا بگیرم و هر اتفاقی هم افتاد به جون بخرم. من راه دوم انتخاب کردم. من همه زندگی با مردی زندگی کردم که بهم یاد داد زیر بار حرف زور نرم، بهم یاد داد دروغ نگم و خودم رو مسئول کاری که کردم بدونم. امروز میخوام آبروی این مرد رو بخرم و میخوام حقیقت رو بهتون بگم. حقیقت اینه، من رضا باستانیم، پدرم هم دکتر محمود باستانیه، تا آخر عمرم هم هر جا برم مدیونشم. اما واقعیت اینه که من ظفر رضویم، پدرم هم صابر رضویه. مرده، خیلی وقته که مرده، 2 سالم بود که مرد. مادرم سرمه سرکوهیه، 6-7 سالم بود رفت زن یه مرد دیگه شد، منو سپرد دست مادر بزرگم، اونم 1 سال بعدش بود. عمو محمود حامی هم بود، منو گرفت زیر پروبال خودش. اینم صفتره، برادر ناتنیم، به اندازه موهایش سرش تو آگاهی پرونده داره. من از این خانواده میام، از خانواده صفتر، ولی تو این خانواده بزرگ شدم. امروز برادرم میخواست به خاطر خودش، به خاطر پدرم، به خاطر گذشتم از من حق و سکوت بگیره، ولی من راه دوم انتخاب کردم. این مرد منو بزرگ کرده، اسمشو به من داده، آینده رو به من داده، من شدم رضا باستانی. چیه؟ ما همینیم، ما خونمون کثیفه، نمک میخوریم، نمکدون میشکنیم. شما باید حواستون به این باشه، این یارو در راست تو شکمش نیست، الان هم واسه خاطر مصلحتشه که داره راست و دروغ و پشت سر هم میکنه. برو بیرون. بله؟ از خونه منو بسرم برو بیرون. اشتباه میکنی، گرگ میش نمیشه، فقط میتونه لباس میشو تنش کنه. عموزه لازم نکرده، خودمون رامونو بلدیم. لااقل تو یکی حواست باشه آیندتو داغون نکنی.
اسم آدم ها رو نمی سازن. این آدمان که اسم ها رو می سازن. بیا بیا بشین، خیلی کار داریم، خیلی حرف برای گفتن داریم پسرم، دخترم. حقا که عمر آدمی همچون جاله صبحگاهی و یا به سان جهش برق گذرام.